که امروز متاسفانه میبینیم در جامعه ما روزافزون موضوع بیکاری در جامعه ما بیداد میکنه. حالا این زمینه های بیعدالتی از چه زمانی به این طرف شروع شده؟ متاسفانه این قضیه گرچه من شخصا خودم از این آیه به شدت ناراحت هستم که در یک جامعه که ادعای دموکراسی رو میکنن، ادعای شایسته سالاری رو میکنن، ادعای تخصص کادری رو میکنن، باز هم میان در بین برنامه های محاسبات اداری دولت بحث اقوام اکثریت و اقلیت در نظر میکنن. اولی که دید اسلامی محکوم است، هر کجایی که تحت عنوان اکثریت و اقلیت مطرح میشه از دید اسلام این محکومیت خود داره. چون در اسلام معیار ارزش هاست، معیار تقوا است، معیار خدمتگزاری خوبتر و بهترتر است. بحث بسیار جالبی وجود داره. بسیاری از مردم به این باورن که زمانی که شما ولی هرات بودین یک سلسله کشیدگی ها بین اقوام زیادتر شد. مثلا چند مثال خدمت عرض کنم. مثلا اتفاقی که در عاشورا اتفاق افتاد و همچنان بعضی از مسائل، مثلا توزیع بیش از حد تذکره برای مردم هزاره و همچنان آبادسازی بیش از حد شهرک جبرئیل. شما در این دو سه مورد چی توضیح مشخص دارید؟ باید یادآوری کنیم بسیار واضح است که در حادثه عاشورا به اولین فرصتی که تقریبا چند ماه از ماموریت ما در ولایت هرات نمیگذشت و ما با مهارتی که با همکارای دیگری که با ما همکاری کردن ما تانستیم قائله را زودترین فرصت خاموش بسازیم. در غیر شما میدین که چه حادثه کلاری نه تنها در اونجا بلکه در جاهای دیگری هم سرایت میکرد و ما به زودترین فرصت تانستیم را خاموش بسازیم. خود ما در اوج مشکلاتی که به اصطلاح کشیدگی های خونین در اونجا بود ما در درون اجتماع مردم حضور پیدا کردیم. هیچ که یک کسی از مامورین دولت همچک موقع یادم از در مسجد جامع هرات آمدیم، چی در مسجد جامع، چی در جاده ای که حضور مردم جمع شده و تجمع کرده بودن، در هر کجایش ما خواستیم به موقع خدا برسانیم تا غایله ختم شه. اگر او را ما با کوتا زمانی را حل نمی کردیم شما فاجعه کلان را در اونجا. یک قسمت، قسمت دیگری در رابطه با تذکره. من بسیار متاسف هستم که باز هم یک افغان به این تو یک دید سوال برش خلق میشه که چرا یک افغان در یک جای از سرزمین برای خود اشتغال خلق میکنه یا مسکن گزین میشه یا به اصطلاح برنامه تجارتی اقتصادی. قانون اساسی کشور به هر افغان حق داده که در هر گوشه کشور بره برای خود جای بگیره، ازدواج داشته باشه، تجارت داشته باشه، جدا از اینکه مربوط به کدام قوم است یا قضایی. مسئله سوم در قسمت زمین ها و جایدادها و این رسیدگی، شما ببینید کل کوچه ها پس کوچه های داخل شهر اسفالت شد، فقط یک جبرائیل و طوری نمونه چند کیلومتر سرک در اونجا چه شد اسفالت شد. آیا همی کلی به اصطلاح باید دیگه محاسبات بیارن سر یک نقطه متمرکز بسازن؟ و مورد دوم در ارتباط به شهرک جبرائیل، بیشتر جمع شدن کتلوی هزاره ها یک سلسله حساسیت ها اونجا برانگیخت. مردم هزاره به شکل کتلوی در اونجا جمع شدن، حتی یک غیر هزاره شاید شما در جبرئیل نبینید. این مسئله باعث حساسیت ها شد. چرا شما نتونستید این حساسیت ها را مهار بکنید و در واقع در اونجا یک تجمع مختلطی از مردم هزاره، شیعه، سنی و اقوام مختلفی که در افغانستان زندگی میکنن در جبرئیل شما متوجه شدید؟ من فکر میکنم که در این قسمت شاید تنها برادران هراتی ما صحیح هرات میبینن. در همین کابل، شما این کابل پایتخت است، شما ببین چند جغرافیای کابل با چند قوم تقسیم شده، غیر منطقی است. باید اختلاط قومی در هر کجا باید رعایت شود. شما ببین حالا ساحات جنوب کابل میگن که برادران پشتون پکتیا و جنوبی اونها آمده جا بجا شده، همه شهرکای بزرگ به مترده. شرق کابل به مترتیب، شمال کابل ببین برادران تاجیکا در اونجا، غرب کابل ببین باز هم در اونجا تشیع و هزاره ها در اونجا هستند. دل مزار بیان ببینین محاسبه کنه، این نیست که تنها در هرات بوده باشه. یک مسئله دیگه هم در همین ارتباط وجود داره. این مسئله به تازگی در هرات اتفاق افتاد، یعنی پیشینه تاریخی وجود هزاره ها در هرات نداشت. چرا؟ ببین در زمان داوود خان اونجا حضوری خود داشتن، زمین ها بر اینا توزیع شده بود، اینا ملکدار بودن، زمیندار بودن، در قسمت غوریان و ساحات خود آب نقره اینا ساحاتی بود که در زمان داوود خان به اینا توزیع شده. یعنی در مجموع یک مطلب دیگری تنهایی در زمان مام نشد، در زمان خود اسماعیل خان بیشتر این زمین ها را مردم خریداری کرده بودند در اونجا. این شهرک هم در زمان اسماعیل خان هم در اونجا وجود داشت. معنی این نبود که حتما مرفته باشم مطابق یک پالیسی نشنستی آمده باشم قومی گرایی کرده باشم مردم هزاره را اونجا جا بجا کرده باشم در سطح کل. ولی ما با همه کاستی ها و کمبوتات که بود
چه در وزارت زراعت بود چه در ولایت هرات بود، توانسته او تو روز پروژه نبود که خودم حضور پیدا نکرده باشم در افتتاحش در هرات، ولی شاید بعد از ما این کار کمتر شده باشه. ما همیشه در بین مردم بودیم و بدون صلاح در بین مردم ما میتونستم حضور پیدا بکنم، ولی شاید حالا طوری که میشنویم که دیوارای بتونی توری ولایت هرات و باغ و جایی که وارثای با زندگی میکنن در اونجا، ولی ما اونجا در اونجا بین مردم من هیچ یک شهروند عادی در داخلش و یادم نمیاد که در به افراد نظامی خود در جایی که ما با مردم نشست و برخاست میکردم اونا نهایت او چیزی ما را میرسن که اجتماعی بودنی که در رابطه با کارهای خدماتی حضور خود ولسوالی با ولسوالی ما تثبیت کردیم. ما برای انکشاف و توسعه و سرعت کاری بند سلما او تو مای نبود که دو مرتبه ما در سلما سر نمیزدم. جناب آقای کرزی زمانی که در اونجا آمد در تالار ولایت پیشنهاد کردیم یک فیصدی عواید گمرکات هرات برای بازسازی هرات شما باید تخصیص بدید. مرسوم هم است، در دیگر دنیا هم همین مرسوم است. ولایات و ایالات هایی که در کشورهای غربی اگر مطرح کنیم یا ولایاتی که در بعضی کشورهای دیگه مسماست اگر مطرح کنیم بسیار واضح است که قسمت عواید اونجا اختصاص به خصوص میشه با سازی اونجا، ولی ما همین را آمدیم مطرح کردیم. متاسفانه خود ایراتی های ما در اون مجلس کرزی صاحب صدا کرد گفت او مردم ایرات در غور او برادرای شما به این ترتیب زندگی میکنه، شما به این ترتیب آیا شما لازم میدانید که ما می تخصیص برای شما بدیم؟ گفت نه. شبیه از این مطالبای دیگری که ما میتونستیم از این مسائل کلانتری رو مثلا این چه کسایی بودن گفتن نه؟ بسیار کلانای هرات نشسته بود در اونجا، با وجود اینکه قبلا من امرای زنای قدر کرده نکرده بودم که جناب رئیس به دولت که من باید اینی تو پیشنهاد دارم شما باید در اونجا حمایه کنین، چون من موقف ماموریت دولتی پیشنهاد میکنه و شما از گذر حمایه مردمیتان یه حق مسلمیتان است که قسمت بودجه هرات باید اوایدش به بازسازی خود هرات تخصیص یک 5% 2% 10% در هر حد دیره که جانب حکمت و جانب کرزی صاحب مسلحت نه، ولی متاسفانه خودشان یک صدا گفت نه. ما مسئله ملی خود، ما هویت ملی خود فدا هیچ کشور خارجی نمی کنیم، چی و ایران باشه از دید مذهبی و اسلامی و چی یک غربی باشه هر کسی که بوده باشه، ما فرهنگ ملی افغانستان مطابق به استقلالیت و آزادی و هویت ما کسانی که در رای استقلال یک کشور در رای آزادی کشور خود و مردم خود مبارزه کرده برای زو بسیار ننگ است که او در سلسله استخبارات کشورهای خارجی خود مرتبط بدانه و با اونا همکاری در این زمینه داشته باشه، بلکه در پالیسی کلاری که جمهور جامعه جهانی آمده در رابطه با کشور با همکاری بکنه همکاری های همیشه ما با دیدی قدر مینگیریم چی او کشورهای اسلامی باشه چه غیر اسلامی بوده باشه. ما خواهشیم و تقاضاییم از فرد فرد کسانی که در آینده ها چه حالا فعلا حضور دارن چه فردا میان ایست که واقعا مطابق با شایستگی هایی که اون ملت داره و اون مردم داره و اون جامعه خوبی ما داره باید با اونا رفتار داشته باشن و در خدمت شد. موضوعی دیگری که قابل بحث است موضوع شعارهای رؤسای محترم دولت است، شعارهای دوران انتخاباتی نی خبری از عدالت است، نه خبری از امنیت است، نه خبری از اقتصاد خوب است، نه خبری از اصلاحات اداری خوب است و نه خبری از واقعا استقرار صلح است و نه خبری از ثبات سیاسی. هرگاه جانب دولت می توانست برای نسل جوان ما هم از آدرس امنیتی و هم از آدرس کار و اشتغال برایشان زمینه سازی می کرد، یقیناً در دریای بین یونان، در بحر بین یونان و ترکیه و جاهای دیگری غرق نمی شدند و یا امروز با مصیبت های دیگری در اروپا اینا مواجه نمی گردیدند. که در اینجا لازم و ضروری است که جانب دولت باید از حق و حقوق مهاجرین ما باید با قاطعیت دفاع کند. اون مردمی که از اینجا رفتن همه دار و ندارشان را فروختند، چیزی دیگری ندارم که به افغانستان برگردن. اگر منیت خواهی ها نمی بود، اگر منم منم گفتن ها نمی بود، اگر ما کلمه ما را جمعا استفاده می کردیم که اگر یک دو تنان است همه ما باید بخوریم، اگر ریاست دولت است از همه باید بوده باشد، اگر به اصطلاح امتیازات
مادی و معنوی جانب دولت است و یا از این کشور است، از همه مردم افغانستان داده باشد، این تحمل می بود و این بینیش اسلامی می بود، یقیناً به این روزگار مبتلا نمی شد. یک تذکر دیگر را من حیث یک مسئولیت انسانی و اسلامی و ملی این کشور برای شما مردم می دهد. مردم خودتان به وش بیایید، چی پیر هستیم چی جوان هستیم، چی زن هستیم چی مرد هستیم، منتظری نباشیم که بزرگان تنها عامل نجات شما یا ناجی شما شده میتوانند. خودتان اراده کنیم، شما قدرت بعد از خدا هستیم در روی زمین، شما میتوانید همه تحولات را ایجاد کنید. واقعا باید بزرگان ما اعتراف کنند که نتوانستن مدیریت سالم کردن. پس شما مردم تکان بخورید، ندارین تنها تصمیم بگیرن و عمل کنن. تکبیر!